درود بر شما و سلام به عزیزان و دوستان همراه ما صحبت من شما کنم به نام یگانه روح مطلق هستی و پروردگار بزرگی که همه کیهان رو برای ما از اندیشه بزرگش آفریده و ما این حیات این ممات این حرکت بزرگ زندگی خودمونو از این آفریدگار بزرگ داریم سپاس کساری من میرم سر اصل مطلب که اون بقای زندگی پس از مرگ باشه ببینید دوستان عزیز ارجمند من من اگر اجازه بفرمایید کامنت رو میبندم که خیلی راحت بتونم با شما صحبت کنم به همه سلام عرض میکنم همه همهتون دوست دارم میریم به قول معروف بر سر اصل مطلب خب ببینید دوستان من مسئله حیات انسان پس از مرد یک جدال سه هزار ساله بین همه فلاسفه دانشمندان و متفکرین و مذهبیون از سه هزار سال تا, تا کنون همین الانش هم ادامه داریم اما با دلایلی که عرض کردم چندین جلسه و این جلسه هم باز به دنبال اون به عرضتون خواهم رسوند این است که تقریبا تقریبا یا تقریبا نزدیک به تحقیقا حیات انسان پس از مرگ با اینهایی که دلایلی که عرض می رسونم به عرضتون میرسونم به اثبات رسیده یعنی این جدال سه هزار ساله لف علیه اثبات زندگی پس از مرگ تقریبا به این ترتیب پایان پیدا میکنه و به نفع وجود و حضور روح پس از مرگ در واقع به اثبات میرسه به دلایل که الان ارز میکنم گرچه همین الانش هم کسانی هستن حتی از دانشمندان متفکرین فیزیکدانها پزشکان ها که اینها هنوز بقای زندگی پس از مرگ رو قبول ندارن ولی به دلایلی که من میارم استلال میکنم و به عرضتون رسوندم و بازم میرسونم که ما پس از مرگ اون سیاله روحی و آگاهی ما پس از مرگ و پس از مرگ در فضا زمان روحی باقی است و به بقای خودش ادامه میده با دلایلی که الان میارم ببینید سه دلیل وجود داره که دلیل زندگی ما پس از مرگ یکی تجربه نزدیک به مرگ خدمت ارز کنم که که به نظر دانشمندان دلیل قاطعی است بر وجود و بقای آگاهی و روح پس از انقطاع بدن فیزیک و بعد خدمت هست کنم دیگه خروج از بدن هست که یک دلیل دیگه است دلیل سوم ظهور ارواح که اومدن و بسیار اینا رو دیدند ازشون عکس گرفتن خدمتتون از کنم برزتون برسونم که در کتاب بود ناشناخته که من اینو قبل از انقلاب اسلامی نوشتم و بعد سال 58 و 59 به وسیله انتشارات اقبال چاپ شد با دو تا عکس از رو که حالا من به عرضتون به موقعش خواهم رسون چهارمین مورد تجربیات روحانی است که بسیاری در اکسا نقاط جیتی در ایران و کشورهای دیگه ببشت این تجربیات رو داشتند و منتشر کردن یک از دلایل قاطع این از کلان عرض ارز در مورد تجربه خروج تجربه نزدیک به مرگ یا به عبارت نیر دث اکسپریانس که بهش میگن NDE Near Death Experience NDE یعنی تجربه نزدیکی به مرگ یا دیدم بعضی از مترجمین مرگ تقریبی ترجمه کرده یک از اونا من بایدتون میتونم ببینم ولی به اینکه خیلی دیگه بهتر شد ببینید در سال گذشته یا پیرار سال دوره سال گذشته یا در گزارش در اثبات زندگی پس از مرگ گزارش اومده نوشته تیمی از روانشناسان و پزشکان و تکنیسیان ها بفرمید دست شما درد نکنه متشکرم لطف کرد مرسی دعا <applause> متشکرم خدمت هست کنم به تیم از روانشناسا و پزشکان و تکنیسن های دانشگاهی در برلین آلمان با آزمایش های کلینیکی ثابت کردن که شکلی از حیات ما پس از مرگ وجود داره اینو علاز علمی ثابت کرد این آزمایش آزمایش ها مبتنی بر تجربه نزدیک به مرگ بیمارانی انجام شده که در بیمارستان ها خدمت ارز کنم که بستری بودند مثلا بیماری در کلینیک 20 دقیقه مرد یعنی مرگ بالین پزشک اومد که این مرده تشخیص شده که پزشک میده این مرده پس از 20 که دکتر تشخیص داده بود این مرده به زندگی برگشت بازگشت خوب چیزا که دیده بود گفت که من میدونم که پس از مرد باقی هستم این آزمایش رو روی 944 داوطلب در چهار سال به وسیله این تیم روانشناسا پزشکان و تکنیسین دانشگاهی و محققین خدمت هست کنم که متافیزیک و علوم روحی انجام دادند و این نتایج همه مثبت که اینها وقتی برگشتند از گذشتهشون کاملا خاطراتی داشتن و خاطراتو عنوان کردن تک تک که من الان دونه دونه قبلا براتون گفتم کتاب دکتر موتی رو براتون گفتم کتاب دکتر ماکل سابون رو گفتم اینا رو گفتم باز هم امشب این کتاب علم و عرفان من که گزیده آثار من هست که آقای عبدالحسینیان نویسنده جوان احوازی زحمت کشیدیم جد هست که در بود ناشناخته رو آورده چون بود ناشناخته متاسفانه اجازه چاپ نداره اما چاپ اولش عکس روح درش هست که من از فرانسه بردم م... ولی در چاپ دوم این عکس دیگه نیست چون ارشاد خواست که نباشه و چاپ سوم چهارم دیگه اجازه ندادن حالا کار نداریم در هر ولی یه مقداریشو من از این براتون خواهم گفت در همین گزارش دانشگاه برلین اومده که دکتر اکرمن و تیمش تجربه نزدیک به مرگ رو توهم نمیدن چون بسیاری از پزشکان و دانشمندانی که به زندگی پس از من یا به وارت از بقای روح پس از من اعتقاد ندارن گفتن آقا این موقعی که شخص داره میمیره به دلیل اینکه اکسیژن به مغزش دیگه نمیرسه در اثر نفس کشیدن این دوچار توهم میشه گزارشی من از مؤسسه تحقیقات روحی انگلستان دارم همه تحقیقات چون بیشتر شد دارم که نوشته بود این قضیه رد شده به هیچ وجه آزمایش کردن دیدن نرسیدن اکسیژن به مغز بیمار در روح احتضار به هیچ وجه ایجاد توهم نمیکنه مضاف هم, نمی هم بر اینکه اطلاعاتی رو که دادن معلوم میشه که اینها توهم نیست بلکه عین حقیقتی است که آگاهی یا روح انسان از بدن جدا میشه بدن رو میبینه دورور اطراف رو میبینه پزشکان رو میبینه که روش دارن کار میکنن و بعد با ارواح دیگه ملاقات میکنه به بعدهای ناشناخته دیگه یعنی میره ولی به فضاهای دیگری که در حال فیزیکی امکان نداره بتونه ببینه برمیگرده میگرده و همه اینها رو خدمت رو ارز کنم که عنوان میکنه که من اینشاالله در حد وقتی که دارم اینها رو براتون میگم بنابراین دکتر اکرمن میگه که خدمت ارز کنم که تمام این کسانی که برگشتن احساس مشابهی از جهان داشتن اگر توهم باشه که همه نمیتونن احساس مشابه داشته باشن احساس مشترک و مشابه آنها همه جدای از بدن رو دیدن دیدن که از بدنشون اومدن بیرون بدنشون روی تخت بیمارستان بوده یا هر جایی که تو تاشون بوده جدا شده اومده بالاتر از بالا جسدشون میبینه احساس اروج میکنن که اسنشن به قول زمان انگلیسی یا اسنسون به قول یعنی اروج یعنی میرن به بالا اس آرامش کلی خیلی خوبی دارن آرامش عمومی کلی دارن آرامند احساس, احساس امنیت میکنن احساس گرمی محیط رو میکنن یعنی هیچ ناراحت نیستن اس... اص... گرمی یعنی احساس سمیمیت میکنن احساس میکنن در محیط حل شدند و حضور یک روح یک نور مسلط بر اون روح رو احساس میکنن و جالبه که سالها پیش که ما برای تحقیقاتم در بعض از این جلسات ارتباط با ارواح من شرکت می که چه تحقیقات هم بریم سمس که شما براتون میگم جالبه یک روحی یک اصطلاح جالبی به کار بود گم من پس از مرگ در فضا منتشر شدم چیز قشنگی گفت منتشر شدم اینم داره میگه که آقا ما حل شدیم چون بدن نیست مثل موج حرکت میکنه یعنی در فضا منتشر میشه در فضا حل میشه احساسی است که به قول معروف تا نریم نمیتونیم این رو بفهمیم و این جالبه حضور یک نور مسلط بر اون روحه و جالبه که هی ارتباطی به این در واقع اعتقاد مذهبی افراد نداره اونا که اعتقاد مذهبی دارن اعتقادشون نگه میدونن فکر میکنن اون نوری که میاد بنا به مذهبشون یکی از شخصیت های مهم اون مذهبی یا اگر هیچی نداشتش نه اون نور راه نماست اون خدمتتون عرض بکنم که اون نور روح راهنمای هر شخصیه که پس از مرگ میاد در واقع راهنمای آسمانی است که میاد کمک میکنه روح در اون جهان دیگر در بعد دیگر در جهان روحی در فضای روحانی بتونه راهش پیدا بکنه چون اونجا خب به این راحتی اونجا ممکنه روح سردرگم بشه که کجا هستم چیکار دارم میکنم میان و راهنماییشون میکنن و این واقعا نشونه رحمت بزرگ آفریدگار بزرگ عالم هستیست به عرضتون برسونم که یکی دیگه از تجربیات نزدیک به مرگ توسط یک خانومی به نام آنیتا مورجانی بوده که از سرطان خون در یکی از بیمارستان های هنگ کنگ ایشون فوت میکنه آنیتا مورجانی پس از فوت که دیگه پزشکان میان میخوان به قول معروف دیگه نسخش رو بپیچن و تمامش کنم بفرستن برن یک مرتبه به این دنیا برمی کرد زنده میشه با قول معروف بعد کتابی می که خیلی سرصدا میکنه به نام Dying to be me یعنی مردن بودن من است یا جاودا مردن من جاودانگی من است اون چون به فارسی ترجمه نشده این گزارش ها هیچ کدوم به فارسی نیست نام انگلیسی است و خیلی این کتاب جالبه اون پس از اینکه برگشت با یک پیام بسیار قوی از جهان دیگه برگشت به این جهان که بگه به زنده ها بگه بابا چه نشستید که ما پس از مرد هستیم تو رو خدا مواظب رفتارتون باشید تو رو خدا آنچه نمیپسندی بر خود آنچه بر کس نمیپسندی بر خود مکنی برادر من دلت نمیخواد چیزی رو بر تو روا دارن بر دیگران روا ندار اینها باستاب داره به خاطر همینه که جهان هستی بسیار منطقی است بسیار قانونمند هوشمند بیایید با این جهان هستی آشتی کنیم بیاید این جهان هستی رو بهتر بفهمید همش نگیم من منافع من تا من هستم بقیه دیگه هیچ خانم مورجانی خدمت در این کتاب خودش می نویسه که من پس از اینکه از بدنم جدا شدم تمام رویدادهای اطراف بدن خودم رو می دیدم. ایشون در کتاب دیگری می نویسه به نام مسافران آسمانی می نویسه من عملا به بود دیگه رفتم و مردم احساسی از عشق به من داده شد چون از سرطان مرده بود به طور روشن و بازه علت اینکه که چرا من سرطان گرفتم اینو فهمیدم و چرا برای اولین بار به جهان اومدم و نقش هر کس در خانوادهش و در جامعهش من که چگونه زندگی بکنه و کار بکنه همه برای من روشن شد خدمت رو کنم که ایشون می که من بیش از دنیای سه بودیم بیش از آنچه در دنیای سه بودیم این دنیا که ما توش هستیم در اون دنیا درک میکردم و میفهمیدم و من به وسیله موجودات روحانی محاصره شده بودم و همیشه هم در اطراف من بودن میلیون ها انسان مرده و روحاشون هست حالا به نظر به یه عده یه دم برگشتن ولی هنوز میلیون ها روح در اونجا هستن و نیمدن و اونجا هنوز هستن این میگه من اطراف اونها اطراف من پرسه میزدن و برگشتم و در کمال تعجب پزشکان که ما تو مبهوت مونده بودن که چطور تو زنده موندی من حالم خوب شد از بیمارستان رفتم و این کتاب رو نوشتم یکی همین مردن بودن من است داین تو بی می و دیگری خدمت مسافران آسمان اینها دیگه چیزهایی نیست که بسیم ما بدون که اینها توهم خیالات یا تبلیغات ادهی است که بخوان برای مثل مثلا مذهبشون تبلیغ کنن اینا یا واقعیت های زندگی ماست که ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم یکی دیگر از خدمت ترس کنم که تجربیات نزدیک به مرگ توسط دو دانشمند برجسته یکی راجر پنروز فیزیک ریاضیدان برجسته آمریکایی که جایزه نوبل هم همینه سال 2021 برد جایزه نوبل فیزیک رو برد بعد کاری سوارت همین هف اون هم فیزیکتان برجسته آمریکایی که هر دو به بقای انسان پس از بقای روح پس از مرگ انسان اعتقاد اون اومدن از طریق علمی بررسی کردن اینا گفتن که آقا تئوری کوانتوم آگاهی رو گسترش میده یعنی با مدل ها و فرمولای ریاضی گسترش آگاهی رو پس از مرگ ثابت کردند و عنوان کردند به نظر اونها خدمت ترک کنم که به نظر راجر پنروز و همرهوف روح در خدمت ترس کنم میکرو تیوبلز میکرو تیوبلز مغز، اجزای سلولیست اجزای سلولی ما با پایه پروتونی ها راجر پنروز همه هف میگن روح در اون در واقع اجزای سلولی بدن با پایه در اونجا قرار داره و پس از اینکه مغز و بدن متوقف شد این روحی که در اونجا قرار داره آزاد میشه به باور اونها درک آگاهی ما خدمت هست کنم در عمل نتیجه آثار جاذبه کوانتومی است من حالا یه بار شاید انشالله بتونم که من جاذبه این کوانتوم یه دفعه بعد حالا صحبت کنم با مدیران محترم و هم شاید بتونیم یه کوانتوم از سنگ لایل بذارم خوب براتون توضیح بدم این دانشمندان معتقدند که آگاهی ما در عمل نتیجه یا آثار جاذبه جازب جا کوانتومی که در میکروتیوبلز یا در اجزای سلولی مغز ما قرار داریم البته من اینو تمومش کنم بعد برگردم به این البته که گفتم به نظر همه هفت و میگه وقت انسان میمیرد میکروتیوبلز یعنی همون سلول پایه های سلولی با خدمت ترس پایه های پروتئین که خدمت ترس در مغز هست حالت کوانتومی خود را از دست میدهد اما اطلاعات درون اونها هنوز باقی است چون اطلاعات در هستی از بین نمیره مثل انرژی میمونه نه انرژی و نه اطلاعات از بین نمیره بنابراین وقتی که بدن و مغز متوقف میشه از بین میره اون اطلاعات در هستی باقی میمونه هم انرژی هم اطلاعات به این ترتیب از نظر این دانشمندان روح نمیمیرد و به کیهان برمیگردد اطلاعات البته به این گفتم البته چون ژان شارون فیزیکدان فرانسوی که من کتاب روح این ناشناختر ازش در سال 1163 ترجمه کردم و با استنباط این با نظریت خودم کتاب روح ماده کائنات رو نمیشنم اعتقاد داره روح درون الکترون های ماست میلیارد ها میلیارد الکترونی که بدن ما داره ایشون معتقده پس از مرگ ما این الکترون ها آزاد میشه الکترون ها به فضایی میرن که حامل روح ما هست اینم یه نظره که بقول معروف باز بین علما این اختلاف هست ژان شرون میگه درون الکترون های ماست که با مرگ ما آزاد میشه چون الکترون ها باقی میمونن چون الکترون ها حاوی انرژی و اطلاعات بدن ما هستند حالا پنروز هم میگه که میکروتیوبلز نه خود میکروتیوبلز چون اون پروتئین ها بین میره اطلاعاتش در واقع آزاد میشه خب اگر بتونیم اینها رو با هم متا... تطبیق بدیم در یک مطالعه بهتر و وزینتر شاید بتونیم خدمت که شاید بتونیم الکترون های روحانی خدمت ارز جان شرون رو به در واقع اطلاعات میکرو همرهوف و پنروز نزدیک بکنیم حالا این نیازمند به یک مطالعه خیلی وسیع و بزرگ داره که یه خوردم مدل های ریاضی لازم داره که بهش پرداخته بشه در هر صورت به نظر پنروز و هومرهوف اطلاعات درون این میکرو ها با مرگ بدن در عالم پراکنده میشه و در یک حالت جاودانگی باقی میمانند که ما آن را روح مینامیم این دلیل میشه خدمت ارز کنم که, که میگن البته هندوها میگن که البته مسلمانان با این موافق نیستن هندوها میگن میگن این روحی که حالا اطلاعات و انرژی و تمام اینا آزاد میشن میرن که به نام روح ما میشناسیم میگن که بعد از مدتی حالا بستگی به نوع خود روح داره ممکنه همشون نباشن بعضی هاشون میتونم برگردم به این جهان و خدمت ترک کنم که به یک بدن تازه انسانی بگیرن حیوانیش که تناسخ خوش رد شده حتی لازه علمی در حلول در بدن انسانش ادهی ادهی باش موافق هم باش موافق نیستن در صورت اینا میگن میان و بتونن که بدن تازه بگیرن که به تکامل روحیشون در اون بدن ادامه بدن ببینید دوستان عزیز من ما به طور کلی روح هست اصالتا ما روح بدن ما رفتن این بدن مثل یه لباس تن ماست بنده این کت که در بیارم رفته بدن من مثل این کت من میمونه تن منی اما اون چی که اصیله و باقیه و اصل جوهر انسان رو تشمیده روحش یعنی اون پر از اطلاعات و پر از خدمت رو ارز کنم که نیروهای خدمت رو ارز کنم که خوشمند اون هست فیزیکتان میگن این اطلاعات کوانتومی که ما میگیم از دنیای به دنیای دیگه میره استوار همرهوف و راج پن پنروز که ارز کردم دلیلی یافتهاند که با پایه پروتونی معلفه های ساختاری سلول های انسانی حامل اطلاعات کوانتومی اینها اطلاعات را در یک سطح زیر اتمی ذخیره و انبار کردند خب بنابراین ما متوجه میشیم که اطلاعات در سطح کوانتومی ذخیره میشه این اطلاعاتی که در سطح کوانتومی ذخیره میشن پس از مرگ بدن آزاد میشن به همین دلیل من در اینجا نوشتم که روح ذخیره اطلاعات هر شخص در سطح کوانتومی است که اون دفعه این رو هم البته گفتم اگر تئوریز توضیح میکنم ولی برای استلال و اثبات استلالم لازم بود که به عرضتون برسونم راجر پنروز میگه اگر شخص به طور موقت بمیره مثل همین آنیتا مورجانی مثل همین بیمارانی که دکتر اکرمن و غیره اینها رو مورد آزمایش قرار دادن تمام بیمارانی که دکتر مودی آزمایش کرد که الان اینجا توی کتاب بود ناشناخته من بوده که الان همین در کتاب پیوت های علم و عرفان خلاصه شده در اون هست همه اینا به طور موقت میمیرن وقتی به طور موقت نمیرن این اطلاعات کوانتومی به نظر پنروز و همونهوف از میکرو تیوویلز آزاد میشن جان شنون فیزیکتان فرانسه میگه از طریق الکترون ها آزاد میشن اصلا رود خود اون الکترون ها هستن شکل ام 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 الکترون رو دارن خود الکترون ها هستن و به عالم دیگری میروند اگر اطلاعات کوانتومی دوباره زنده شود مثل همون کسانی که دوباره برگشتند آنها اون اطلاعات به میکرو به تیولز برگردونده میشن یا اگر بخوایم نظر جانشرون رو بگیریم دوباره الکترون ها اطلاعات که در خود اون الکترون های روحانی نه فیزیکی دوباره الکترون های روحانی به بدن شخص بیماری که زنده شده بر و این همون تجربه نزدیک به مرگ یا نیر دیف هست اگر از نظر پنروز و همه روف اگر اطلاعات کوانتومی احیا نشه یا اون الکترون ها به بدن برنگرده نگرده بیمار میمیره گزارش که دادم گفتم اون دفعه براتون کسی که میمیره از یه تونلی رد میشه براتون مثال زدم گفتم هر وقت من از تونل کندهان رد میشم یاده این میفتن به که تونل آدم وقتی میره دیگه ممکنه بر نگرده همیشه براتون عرض کردم که همیشه دیدن وقتی یه تونلی رو میبینن اینا کس، بسیار از اینا که تجربه نزدیک به محک داشتن گفتن یک موجود روحانی به اینا گفته برگردید یعنی اگر برن از اون تونل عبور کنن دیگه بر نمیگردن این همین است که جان شرون میگه الکترون هاشون دیگه بر نمیگرده به بدن و پنروز و همرهوف میگن دیگه این میکروتیوبلز این اطلاعات میکروتیوبلز که آزاد شده دیگه بر نمیگرده برگردن خدمت هرز کنم که اینها زنده میشن امکان دارد از نظر اینا که این اطلاعات کوانتومی خارج از بدن وجود داشته باشه و شاید به طور نامعینی به شکل روح وجود داشته باشه که هست این اطلاعات کوانتومی در هستی هست این میتونه بعد میتونه شکل بدن تازه بگیره و یا در هستی وجود داشته باشه چون روح شکل نداره فقط خود روح اگر اراده بکنه و بخواد که به شکل زمینی سابقش برگرده که شناخته بشه این کار انجام میده و نه به صورت بیشک این اطلاعات این انرژی پر از اطلاعات در هستی قرار میگیره و هست به خاطر همینه که میگن شکل روح نداره که اطلاعات روح نداره خدمت ترس کنم که حالا دانشمندان مؤسسه ماکس پلانک در مونیخ با تحقیقات و کشفیات راجر پنروز و همین ها ببینید دانشمندان مؤسسه ماکس پلانک فیزیک دانن و به طور جدی ماتریالیست هستن و اینا رو رد میکنن اما با نظریه پنروز در ادامه و بقای خدمتتون رو ارز کنم که اطلاعات درون میکرو تیوبلز ها بنابراین بیاین این چور بگیم که ما آگاهی رو معادل اطلاعات بگیریم و اطلاعات و آگاهی رو در جمع نامی بهش بدیم به نام روح که پس از بدن فیزیکی باقی می دانشمندان ما ماکس پلانک در آلمان موافقند که جهان فیزیکی که ما در آن زیست میکنیم فقط ادراک ماست ببینید من اینجا اینو بنویسم که این کاملا یک ایده ایدئالیستی است از لحاظ فلسفی که تا یادم نرفته ببینید و, و وقتی بدن فیزیکی بمیرد ادراک یک ماورای بیپایان و نامحدود پیدا میکنه و یا به اعتقاد من به ادراک کیهانی که بیپایان و نامحدوده به اون میپیوندی ما یه ادراک محدود داریم که دانشمندان هم همشون این رو می پذیرن قبول میکنن این ادراک در بدن ما محدوده ما پس از مرگمون ادراک محدود ما به ادراک نامحدود کیهانی پیوند میخوره میره اونجا میپیونده به همین دلیله که من میگم شما در مراقبه خودتون در مدیتیشن خودتون میتونید ادراکتونو رو پیوند بدید به ادراک کل به ادراک کیهانی میتونید با اون در واقع متحد شید بتونید انرژی و اطلاعات از کیهان بگیرید این هیچ جنبه تخیلی و ابهامی نداره خیلی روشنه جنبه علمی هم داره فقط باید بخواید بنابراین بدن که رفت ادراک آزاد شد ببینید در ایدالیسم یا فلاسفه ایدالیست معتقدم که یعنی افلاتون کانت هگل و ایدالیست های بسیار که برکلی اینا همه ایدالیت هستن اینا چی میگن؟ میگن آقا جون ما تا ادراکمون یعنی حواس پنجگانی ما هم به خصوص اون که مشاهده میکنیم و بینا، بیناییمون و ادراکمون و چشممون اینا تا چیزی رو نبینه مشاهده نکنه نمیتونه به مغز بده و مغز بتونه تجزیه تحلیل کنه که این فرض کن درخت بید مجنونه این درخت بید مجنون ما با ادراک خودمون با این درخت ارتباط برقرار میکنیم کسی که نابیناس نمیتونه بفهمه این درخت بید مجنونه یا سرو یا چناره کسی که میتونه ببینه مشاهده میکنه درک میکنه بلافاصله اولا باید نور باشه نور به چشم ما میخوره و بعد اینکه نور به چشم ما خورده ما مشاهده میکنیم یعنی قوه ادراک ما پرسپشن ما ادراک ما با نور میگه که این درخت بید مجنونه چون اگر نور نباشه نمیتونیم ببینیم یعنی نمیتونیم درک کنیم مشاهده و دیدن همون وسیله ادراک چشم وسیله ادراکه وسیله دیدنه این چشم میبینه نور هست میده به مغز ها این درخت خدمت رو ارز کنم که بید مجنونه پس ایدالیستا میگن آقا پس این تصور ادراک مقدم بر ماده است ماده یعنی درخت درخت بید مجنون پس اول ما تا ادراکمون نباشه یعنی دنیای تصور خیال ایده خدمت از اندیشه دنیای بینش هر چی میخواید شما بذارید دنیای درون روانشناختی و روحی ما این مقدم بر ماده است مقدم بر بدن مادی ماست چون این تا نباشه ما نمیتونیم چیزی رو بگیم وجود داره بنابراین اینها معتقدند که این روح ماست چون ادراک ما رو میسازه و پس از مرگ هم آزاد میشه برخی اعتقاد دارند که آگاهی یا همین اطلاعات آگاهی که آزاد میشه پس از مرگ به جهان موازی سفر میکنه جهان موازی رو من کتابی ترجمه کردم به نام به سوی جهانهای دیگر زیرش جهانهای موازی نوشته فرد آلن وولف هست اینو تا... که مربوط به جهانهای موازی است اما در این کتاب چون این فرد آلن خودش فیزیکتانه نمیگه که ارواح میان به جهانهای موازی چون اول بعد جهانهای موازی رو ثابت کرد لحاظ علمی که دی دومارش هم هم میگن همچنین ممکنه نباشه و بعد ثابت کرد که به جهان موازی رفت ولی قدر متیقن اینه احساس من این است که روح و ماده اینا در توازی هم زندگی میکنن روح مسلط بر ماده است ماده وقتی مزمحل میشه این روح اطلاعات و انرژی هوشمند آزاد میشه میره به این جهان موازی از این حیث میگن میره به جهانهای موازی ولی این به نظر من اشتباه هم نیست خدمت هست کنم روحی که به ماورا میره در ماورا واقعیتی است بی پایان وجود داره که بسیار بسیار بزرگتر از آن چیزی که ما خیال میکنیم که این دنیا ریشه در اون ماورا داره اینجاست که من با آیان و ها اختلاف دارم و نظرشون رو نمیپذیرم که همه چی ماده است و همه چیزی جهانه و واقعیت مادی اولویت بر همه چیز داره و با بدن ما همه چیز تمام میشه ما هم نباشیم این جهان هست من با این نظر نمیتونم موافقت کنم چون این جهان مادی ما در واقع محصور در یک جهان بی پایانی از اطلاعات آگاهی یا به عبارت دیگه روحه در واقع این بودهای روحی اطلاعاتی آگاهی که دارای انرژی خاص خودشه محیط بر این جهان مادی ماست یعنی محیط بر این کیهانی که حداقل دو هزار میلیارد کهکشان داره این محیط بر اینه و این جهان مادی ما محاط در اونه نه اینکه خدمت ارز کنم که این همش همینه اونا با از بین رفتن این جهان مادی اونها هم از بین میره ما زندگی های مادی ما این واقعیت مادی سبودی که ما بهش میگیم میتریکس این محصور در این آگاهی کل هست یا آگاهی بود. چون بچه ها میتریکس به زمان انگلیسی هست ماتریس فرانس هست یه رشته هم هست در ریاضیات که هایزنبرگ تلاش کرد که اون شبکه مانند درست کرده که میتونه اعدادی رو گذاشته که برای تئوری کوانتوم کاربرد داره ما کاری به اون نداریم اون یه رشته ریاضیاته اما خود ماتریکس یا ماتریس یعنی جهان واقعی که توهمی است یعنی شما میبینیم جهان واقعی اما توهمی است یه چیز مجازی است این واقعیت نداره متریکس یعنی جهان واقعی که میبینید اما توهمی است و واقعیت و حقیقت نداره بلکه این مجازی است و به خاطر همین هم میگن ما موقع که میمیریم از این جهان مجازی به جهان حقیقی و واقعی وارد میشیم <تصال> امروز اکثر دانشمندانی که من اس دیگه را، را، کاری به استیون هاکینگ نتوش کنید خدا رحمتش کنه اون با راجر پنروز کتاب فضا و زمان رو نوشته به زبان انگلیسی من دارم ولی پنروز با این دلالش مقابل استیون هاکینگ قرار دار چون اونم قبول نداشت نداشت امروز دانشمندانی مثل پنروز همه, همه روز و دانشمند مایکل تالبوت و بسیاری از دانشمندان فیزیکتان ها رماشناس ها کتاب معروف افتر لایف Experiments شده بعد از مرگ دکتر گری شوارتس دارم که اون دفعه براتون ازش تعریف کردم که چقدر روی بقای زندگی پس از مرگ کار کرده و اینو به اثبات رسونده نوشته متاسفانه من استادی دانشگاهم رو با این کتاب به خطر انداختم چون محافل رسمی دانشگاهی به هیچ وجه به بقای روح پس از مرد اعتقاد ندارن نداشته باشن نظرشون محترمه اما معتبر نیست برای اینکه امروز امروز دانشمندان بسیاری دیگه به بقای روح اعتقاد پیدا کردند خدمت هست کنم که حتی اعتقاد دارند <تصحنت> که میدان کوانتومی روحانی وجود داره یک میدان کوانتومی وجود داره چون میدان الاز فیزیکی وقتی است که دو جسم آسمانی یا دو ذره مثل دو اتم یا دو الکترون حضور همو احساس میکنن اون جایی که حضور همو احساس میکنن یا بر هم کنش میکنن یعنی روی همدیگه تاثیر میذارن اونجا رو بهش میگن میدان فیلد کوانتوم فیلد یعنی میدان کوانتوم جایی که دو ذره ابتدایی روی هم تاثیر میذارن امروز در مقاله خوندم که ذرات زیر اتمی وقتی میخوان بر کنش بکنن روی هم جهش میکنن اما مولکول ها چون بزرگتر از اتم ها هستن پیچیده از اتم ها هستن اینا از دور بر کنش میکنن بدون اینکه روی هم جهش بکنن بنابراین اینجا اینو بهش میگن میدان یک میدان کوانتومی روحی هم وجود داره یعنی از دور این میدان از راز روحی بر هم تحصیل میگذارن شاید این همون باشه که انشتن گفته که سپوکی اکشن ات دیستانس یعنی اقدام یا عمل روحی از فاصله البته اون در مورد ذرات کوانتومی میگفت به روح اصلا اشاره نکرده چون انشتن ممکنه به روح اعتقاد داشته ولی اصلا وارد این مباحث نشده و نمیشه حقم داشته دلیلی نداره نسبیت چه ربطی به روح داره ولی من که به خودم علاقه شدید دارم در متافیزیک به ویژه در باره روح و بقای زندگی پس از مرگ مطالعه کنم و تحقیق کنم این رو میگم که خدمتتون رو ارز کنم که در واقع برهم کنش روحانی کوانتوم یعنی روحی کوانتوم وجود داره و این برهم کنش قبل از اینکه فیزیکی باشه روحانی است یعنی دو الکترون تصمیم میگیرن که برهم کنش بکنند یعنی آگاهی کوانتومی دارند که برهم کنش بکنند اون وقت خلاص فیزیک انجام میشه من میخوام اینو تصریح بدم به سیارات و ستارا چرا اونها این آگاهی رو نداشته باشن که این جاذبه که روی هم اعمال میکنند ابتدا این شعور برهم کنش رو دارند و بعد این عمل فیزیکی انجام میشه ممکنه بعضی از فیزیکتان ها بگن نه این اصلا ارتباطی به شعور و مسائل روحی نداره اتوماتیک به طور فیزیکی روی هم انجام میشه اما امروز این کشش و جاذبه بدون آگاهی از نظر من بین دو جسم اما از اینکه سیارات باشن یا زرات امکان پذیر نخواهد بود خب بنابراین به اعتقاد من ادراک بی پایان بشری پس از مرگ ادامه پیدا کنیم ما ادراکمون درست محدوده اما در بسیاری جاها میتونیم اینو گسترش بدیم اینو بتونیم ادامه بدیم خب حالا خدمتتون ارز کنم که در اینجا دلم میخواد باز یکی دیگه از تجربیات نزدیک به مرگی رو بگم که من توی تویتر دیدم اخیرا دکتر ابن الکساندر به زبان انگلیسی در آمریکا اومد سخنرانی کرد من مقداری از سخنرانیشم البته اینجا یادداشت کردم خدمت ترس کنم که ایشون پزشکی بوده جراح بوده خودش بعد ناگهان سته مغزی میکنه میره به اون دنیا مثل همه بیماران که سته کردن رفته بودن ایشون بر میگرده بر میگرده کتابی می نویسه خدمت ترس کنم که که ما ابدی هستیم و به نام اترنال سپیترال بینگ یا وجود جاودانی روحانی این کتاب رو مینویسه و بعد سخنرانیشو من در یک جایی بود در فیلمشم بود ایشون سخنرانی کنه و میگه من رفتم پس از یه قلب من ایستاد پزشکا اعلام کردن که من مردم اومدند و مرگ من اعلام کرد ولی من برگشتم میگه وقتی من رفتم اونجا شما نمیدونید من با چه چیزهایی روبرو شدم اولا من با قلم روی یک دانایی کل در اون خدمت ارز کنم که متوجه شدم و دانستم که علوم یعنی فیزیک، شیمی، اخترشناسی، زیستشناسی، فیزیولوژی حالا عده پزشکی رو بیشتر فن میدونن تا علم ولی پزشکی، روانشناسی اینا میگه به نظر من علوم شمع روشن کردن معبد معنویت رو نداره میگه معنویت یک معبدی است که علم هنوز داخل اون نشد و علم نمیتواند بگوید که مقد چگونه تولید آگاهی میکنه این نظر دکتر ابن الکساندر که پس از مرگ میگه که هنوز ما دانشمندان خودشم جراح عالی مقامیه میگه ما دانشمندان نمیدونیم که مغز چجوری تولید آگاهی میکنه به خاطر همینه به عرضتون میرسونم که به هیچ وقت ذهن و روح ارتباطی به مغز نداره مغز یه وسیله است مغز سخت افزار خدمت فرض کنم که اطلاعات که روح و آگاهی از اون تقضیه میکنه نرم افزاره مغز سخت افزاره آگاهی نرم افزاره و آزاد میشه حتی در این کامپیوتر که ما خودمون کار میکنیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم که آقا اطلاعات ارتباطی نرم افزار اطلاعاتی به سخت افزار نداره اینها جدا از هم هستند گرچه اینها با هم هستند و در لازه طبیعی لازه طبیعی وقتی که بدن متوقع میشه اون اطلاعات و ادراک به ادراک بیپایان کل میپیونده ابن الکساندر در سخنرانیش گفتش که حالا من وقتی هم طولانیه حالا فرصت بکنم ان شاء یه با یک دو باری که بتونم گوش بکنم اونطور که من استماد کردم میگفت آگاهی بنیادی ترین چیز در کهانه پس دانشمندانم به آگاهی در کیهان اعتقاد دارند و این آگاهی ذاتی ذرات ذرات دارای آگاهی هستند که جوهرش آگاهیه ابن الکساندر در ادامه ساخنانش میگم من به اینجا رسیدم پس از مرگ که اون دنیای باقی رو دیدم که چه شکوهی داشت ما همه یکی هست در کل یکی هست بعد از اینکه من رفتم چرخشی از نور بعد صدای موسیقی ملودی نور مطلقی نور بسیار زیبای مطلقی می درخشید از اون صدای موسیقی می اومد این صدای موسیقی و صدای زیبا و این نور رو من از متن عالم درک می کردم بعد ناگهان میلیون ها پروانه خوشرنگ دیدم که پرواز می به صورت یک رودی کشیده می شدم و پرواز می کردم می رفتن پروانه های بسیار بسیار زیبا و خوشرنگ اینها رو دیدم که نفس توی سینم بند آورد و حبس کرد صدها روح در اونجا میرقصیدند شادی و شعف بینظیر و فرکانس و ارتاشات نور همه با هم محیط بسیار دلکش و دلانگیزی را ایجاد کرده بود که گفت من فقط یک کلمه میتونم بگم که این فستیوال زیبایی بود وای خدایم پس بیایید از مرگ نترس ولی زیاد نداره خودکشی بکنم نه یک زلب از است بارها عرض کردم حالا عربیه به تو میگم میگه میگه آشا آشا سعیدا ما تسعیدا یعنی هر کس زندگی هر کس با سعادت زنیکت با سعادت اونور اون بر هر روحی نمیتونه این بینش رو داشته باشه میره در تنبر میره در سیاهی میره در خدمت ارز کنم که رنگ های و نامیمون ابن الکساندر میگفت آنچه که من دیدم جهانی که پر از رنگ و صوت و نور و پرنده های زیبا و پروانه های بسیار زیاد اونا واقعی تر از دنیای ما بودند ایشون میگه اونجا کسی کسی رو قضاوت نمیکنه قضاوت با ابر نفس خود ماست ما شناخت ابر نفس ما هم از اون داستان های بسیار عالی است که در زندگی ما میتونیم یکی از معمولیت های بزرگمون شناخت ابر نفس خودمون است که بهش بپردازیم و بتونیم بهش برسیم و بیشتر به خوش آشنا میشه خودشناسی به نظر من یعنی شناختن عبر نفس خود چطور میشه عبر نفس رو شناخت در اونجا ابن الکساندر میگه عشق در اونجا عشق بلا شرط. همونی که همش من میگم که داد میزن زنده باد عشق زنده باد علم و خرد و زنده باد آگاهی میگه اونجا بلا عشق بی است که مایه رستگاری همین خواهد بود خدمت هست کنم که میگه زمان در اون سو مثل اینجا نیست به کلی میگه که این لغت رو به کار برد هیپر هایپر ریل هایپر ریل یعنی مافوق واقعی برای اینکه ادهی معتقده این ریالیتی این واقعیت فیزیکی که ما فکر میکنیم واقعیت این توهمه یا به بارد دیگه ماتریکسه یه دنیای مجازیست واقعیت اونوره وای این منو به یاد مصول افلاتونی میندازه که چقدر میبینم این آدم در سه زار سال پیش چی گفته که الان میتونه اینجور به حقیقت نزدیک بشه دوازده و این مورد میگه در آن سو در آن جهان ما متوجه میشیم مستقیما به آفریدگار بزرگ پیوند خورد و متصل هست ما اتصال داریم به آفریدگار بزرگ و ما کاناری هستیم که از طریق اون عشق و رحمت رو خداوند از این کانال به جهان و به مردم عرضه میکنه ما خودمون کانال عشق و رحمت هستیم خیلی مونده ولی چه کنم که با قول پروین وقت کم است تو نخ کم است و سوزن نیست وقت کم است و مجال نیست حیفی من اینها رو برای اینکه باید اینو سیو بکنم میترسم بپره بنابراین ما این جاودانگی رو باید جشن بگیریم این عظمت رو باید نسبت بهش شاکر باشیم جشن بگیریم و خداوند رو سپاس بگیم بگیم که ما به این جاودانگی میتونیم برسیم یعنی پتانسیل رسیدگی به این جاودانگی رو داریم و این با در این هدف انسان میتونه بگه باشه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم شبتون بخیر خیر خوش بخوابید امیدوارم همیشه سلامت و سفراز بشید و به اون آگاهی که همه دنبالش هستیم همه اون برسیم خدا حافظ شب شما بخیر